گر خواهی شادی وجد حقیقی ایسا را در دل بپذیر گناهت پاک سازد شبت را روز کند قلبت را نو سازد دائم با تو ماند گر وجد حقیقی را در پذیر. شنوندگان عزیز عنوان این مطالعه در کلام خدا هست چگونگی برخورد با وسوسه چگونگی برخورد با وسوسه دوست خوب من آیا شما مدام با وسوسه‌های های جور و جور دست و پنجه نرم می کنید؟ آیا شما خودتون را در مقابل وسوسه‌هایی هایی که مرتب به سراغتون میاند آجز و درمانده می دونید؟ آیا وسوسه زود بر شما قلبه می کنه و شما فریب اون وسوسه را می خورید؟ آیا از این که نمیتونید در مقابل وسوسه هایی که به سراغتون میان مقاومت کنید و مغلوب اونا میشید از خودتون عصبانی هستید؟ آیا میدونید وسوسه در اصل چیه؟ چرا در ما هست؟ و چطور ما باید با اون برخورد داشته باشیم؟ عزیزان بعضی وقتها در طول زندگی اتفاق میافته که ما وسوسه میشیم تا از خواسته دلمون پیروی کنیم بعضی وقتها در طول زندگی اتفاق میافته که ما وسوسه میشیم تا به دنبال پیروی از خواسته دلمون و هوسمون بریم گاهی اتفاق میافته که ما میخواهیم از محدوده قوانین خداوند دور بشیم و میخواهیم از موقعیتی سوء استفاده کنیم دوستان ما در بدنی زندگی می کنیم که هنوز در اون طبیعت گناه آلود به طور کامل از بین نرفته ما وقتی به گناهکار بودن خودمون پی میبریم وقتی میپذیریم که چقدر دل خداوند را با گناهانمون شکسته ایم وقتی این حقیقت را میپذیریم که خدا چقدر پاک و مقدسه و ما چقدر گناهکار و ضعیف وقتی این حقیقت را میپذیریم که انجام دادن اعمالی در چارچوب مقرراتی به نام مذهب نتونسته و هرگز هم نمیتونه موجب بخشش گناهان ما و به وجود آوردن رابطه صمیمی و مستقیم بین ما و خدا بشه عزیزان وقتی ما با خداوند عیسی مسیح آشنا میشیم وقتی ما با درک و مطالعه عمیق و صحیح یاد میگیریم که عیسی مسیح به راستی کیست و برای ما چه کار کرده اون وقت با عقل سلیم در فروتنی به او ایمان میاریم یعنی چه؟ یعنی میپذیریم که عیسی مسیح خدای قادر مطلق بوده که در زمان مناسب خودش که بهترین زمان بود بدن انسانی پوشید به این جهان آمد حدود 33 سال زندگی کرد تا ما نمونه یک زندگی کاملا بیگناه را در او مشاهده کنیم عیسی مسیح همچنین در آخر زندگی زمینی خودش جان خودش را برای بخشش تمامی گناهان انسان گناهکار یک بار برای همیشه بر روی صلیب جلجتا هدیه نمود با مطالعه صحیح با درک اعتماد و ایمان ما این حقایق را قبول می کنیم و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودمون ایمان میاریم اتفاقی که بعد از ایمان آوردن ما رخ میده اینه که خداوند در ایمان قلبی ما به عیسی مسیح به عنوان منجی تمام گناهان ما را میآمرزه به ما حیات ابدی در نزد خودش در بهشت عطا میکنه و آنگاه روح القدس آمده تا در ما تا لحظه ای که زنده هستیم زندگی کنه اما یه چیز دیگه هم هست که بلا فاصله بعد از ایمان آوردن ما به عیسی مسیح عوض نمیشه عزیزان خلق و خوی، رفتار و اعمال ما که با اون به دنیا اومدیم و سالها با اونها زندگی کردیم بلا فاصله بعد از ایمان آوردنمون به عیسی مسیح از بین نمیرن یا کاملا عوض نمیشند بله عزیزان تغییر روش زندگی و به صورت ایسای مسیح در آمدن یک شبه صورت نمیگیره. بلکه خداوند روح القدس سکنا گذیده در ما تا اونجایی که ما به او اجازه عمل کرد بدیم در ما عمل میکنه تا به تدریج ما را از هر نظر سیقل بده و هر روزه بیشتر و بیشتر شبیه خداوندمان عیسی مسیح بسازه یکی از اون عوامل و نقایسی که در ما وجود داره و حتی بعد از ایمانمون به عیسی مسیح در ما باقی میمونه وسوسه شدنه بله هر انسانی تا حدودی ظرفیت وسوسه شدن را داره اما ما ایمانداران به ایسای مسیح از این موهبت عالی برخورداریم که وقتی با وسوسه ای روبرو میشیم میتونیم از خداوند روح القدس در خود کمک بگیریم. حال سوال اینجاست که این یعنی چه و به چه صورت امکان پذیره؟ به این صورت که وقتی خودمون را با وسوسه ای روبرو دیدیم باید بلا فاصله به یاد بیاریم که روح القدس در ماست. روح القدس در ماست تا به ما در شبیه مسیح شدن که قلبه بر وسوسه های این دنیا هم یکی از اونهاست کمک کنه بنابراین وقتی احساس کردیم در موردی داریم وسوسه میشیم یعنی داریم به خواست دل انسانیمون و یا حوثمون میدان عمل کرد میدیم باید با روح القدس در درونمان صحبت کنیم باید بگیم خداوند روح القدس من دارم در این مورد وسوسه میشم به من کمک کن این وسوسه بر من غلبه نکنه در نام عیسی مسیح است و درخواست میکنم آمین بعد از اون باید اجازه بدیم تا روح القدس در ما عمل کنه یعنی ما را از اون چه که موجب وسوسه شدنمون شده حفظ کنه دوست خوب من یه وسوسه‌ای هست که به نظر من از تمام وسوسه‌های دیگه برای ما خطرناک آره یه وسوسه‌ای هست که از تمام وسوسه‌های دیگه فریبنده‌تر و مکارتره. وسوسه‌ای که از تمام وسوسه‌های دیگه فعالتر و تره. می‌دونید اون وسوسه چیه؟ اجازه بدید تا این خطرناکترین وسوسه را به شما معرفی کنم ببین دوست خوب من تا زمانی که ما در این بدنهای فانی بر روی این کره خاکی زندگی می کنیم هر روزه به طرق گوناگونی وسوسه می شیم. امیدوارم تا اینجا با من همقیده باشید و این حقیقت را بپذیرید که همه ما در مواردی گاهگاهی وسوسه میشیم. اما اون وسوسه ای که از همه خطرناکتر فریبنده تر فعالتر و مکارتره اینطوری به ما حمله میکنه که به ما میگه چرا خدا نباید اجازه بده من از این چیزی که دوستش دارم و به طرفش جذب میشم یا به عبارت دیگه مرا وسوسه میکنه لذت ببرم اون وسوسه خطرناک در ما اربده میکشه چرا خدا میخواد مانع از لذت بردن من از این وسوسه بشه و بعد از اون فکر میکنیم که شاید خواست الهی خداوند در مورد برحذر داشتن ما از اون وسوسه زیاد در مورد ما صدق نمیکنه و خداوند یه جوری اشتباه کرده وقتی در مقابل چیزی وسوسه میشیم و ندایی در درونمون به ما میگه نگران نباش اشکالی نداره این حوست را پیروی کن خدا از اینکه که تو از این یک حوست پیروی کنی از تو ناراحت نمیشه باید زود به خودمون بیاییم و به این مهم فکر کنیم به چی باید به این فکر کنیم که آیا نیروی جاذبه زمین اگه کسی به وجود او اعتقاد نداشته باشه به خودی خود از میان برداشته میشه؟ مسلما جواب به این سوال نه هست شخصی که قدرت جاذبه زمین را نادیده میگیره و به اون توجهی نمیکنه وقتی از یک ارتفاع پایین میپره خیلی زود وجود جاذبه و قدرت سخت و انعطاف ناپذیر اون را با تمام وجودش احساس خواهد نمود نتیجه نادیده گرفتن نیروی جاذبه برخلاف تصور و انتظار کسی که اون رو نادیده میگیره درد خورد شدگی و شاید حتی مرگ باشه دوست خوب من این مثال در مورد ها و عوامر خداوند هم درست به همین صورت صدق میکنه خداوندی که تمامی این هستی را آفریده به خوبی میدونه خلقتش چطور داره کار میکنه و او کنترل کامل همه چیز اونا در دستهای پرقدرت و پرحکمت الهی خودش داره همین خداوند قادر مطلق همین خداوند دانای مطلق یکتا که من و شما و این هستی را آفریده برای محافظت ما هم حکمهایی را قرار داده که ما باید اونها را بشناسیم و برای سلامتی خودمون و جلال نام او از اونها اطاعت کنیم دوست من خداوند در کلامش در کتاب ارمیا در فصل هفت و آیه 23 میفرماید از من پیروی کنید تا من خدای شما باشم و شما قوم من فقط به راهی که من میگویم بروید تا همه چیز برایتان به خیر و خوبی باشد آمین خداوند توسط احکام الهیش خطرها را به ما میشناسونه تا ما بتونیم زندگی شاد خداپسندانه و پیروزمندانه داشته باشیم و همینطور زندگیمون در جهت انجام اراده خداوند پرسمر باشه عزیزان یک انسان خردمند به خوبی این را میفهمه که باید از هرچه که خداوند قدوس قادر مطلق آن را خطرناک و گول زننده معرفی میکنه پرهیز کنه اگه خداوند توسط وجدان روح القدس و اوامرش در کتاب مقدس به ما میگه که از چیزی دوری کنیم هدفش این نیست که ما را از لذت بردن از اون چیز محروم نگه داره بلکه خداوند دانای مطلق پدر آسمانی مهربان ما ایماندارانه به عیسی مسیح به خوبی میدونه که نزدیک شدن به اون وسوسه چه خطرات هولناکی را برای ما در خودشون قایم کردند خداوند میخواد ما را محافظت کنه تا از وسوسه ها دوری کنیم و دچار رنج، عذاب و درد نشیم دوست خوب من امروز چه وسوسه در شما فریاد میزنه؟ کمی به اون وسوسه یا وسوسه ها فکر کن مطمئن باش که ارزش انجام اون را نداره از امر خداوند پدر آسمانی مهربان خودتون اطاعت کنید و دنبال اون هوس نرید اون گناه را مرتکب نشید بلکه اوامر خدا را به یاد آورید و پیرو آنها باشید عزیزان در کلام خدا در کتاب امثال فصل 27 و آیه 12 می خانیم شخص زیرک خطر را پیش بینی می کند و از آن اجتناب می نماید ولی آدم جاهل به سوی آن می رود و خود را گرفتار می سازد. آمین دوست خوب من وقتی خداوند به من و شما هشدار میده که چه کاری را باید انجام ندیم هدفش این نیست که ما را از لذت بردن از چیزی محروم نگه داره بلکه خداوند میدونه که چه چیزهایی با قدوسیت او مغایرت دارند و انجام چه چیزهایی موجب به وجود آمدن درد و رنج و عذاب توی زندگی ما میشند بیایید اوامر پدر آسمانیمون را به یاد داشته باشیم بیایید به یاد داشته باشیم که ما در ایمانمون به عیسی مسیح حال فرزند او هستیم بیایید به یاد داشته باشیم که حال خداوند روح القدس در ماست تا به ما کمک کنه از وسوسه های این زندگی پرهیز کنیم عزیزان از شما دعوت می کنم تا با هم با خداوند صحبت کنیم خداوند پدر آسمانی مهربانم از تو سپاس گذارم به خاطر محبت عظیمی که نسبت به من داری از تو سپاس گذارم که روح القدس را به من عطا کرده ای تا همیشه با من باشه و مرا همیشه در مسیر زندگی هدایت کنه از تو سپاس گذارم به خاطر کلام تو در کتاب مقدس انجیل و تورات از تو سپاس گذارم که کلام تو به من یاد میده چطور باید پاک و خداپسندانه زندگی کنم از تو سپاس گذارم که با کلامت و هدایت روح القدس مرا از وسوسه های موجود در زندگیم حفظ میکنی خداوند به من کمک کن تا در روبه روی با وسوسه های زندگی کلام تو را به یاد بیارم و اجازه بدم تا روح القدس مرا کمک کنه و از اون وسوسه دور نگه داره دوستت دارم خداوند و ممنونم که خیر خوبی و رستگاری مرا خواهانی من زندگی خودم را به تو تسلیم می کنم ایسای مسیح به قلب من بیا به من کمک کن تا در اراده خاص و مقدس تو زندگی کنم در نام عیسی مسیح آمین خدا را شکر شنوندگان عزیز با تشکر از اینکه در این مطالعه با ما همراه بودید تا مطالعه بعدی در کلام خدا و شناخت باز هم بهتر از عیسی مسیح فیض و آرامش الهی او همواره با شما آمین شنوندگان عزیز عنوان این مطالعه در کلام خدا هست ارزش واقعی شما ارزش واقعی شما دوست خوب من به خودتون توی یک آینه نگاه کنید وقتی خودتون را توی آینه میبینید آیا اون شخص را دوست دارید؟ آیا از اون شخصی که توی آینه مشاهده می کنید اصلا خوشتون میاد؟ شاید شما به تصویر خودتون توی آینه نگاه می کنید و ناگهان افکار بسیار منفی مثل سیل به ذهنتون حمله ور می شاید شما توی آینه به خودتون نگاه میکنید و ناگهان افکار فراوانی توی ذهنتون نقش میبندند که بهتون بگند شما لایق دوست داشته شدن از طرف هیچ کس نیستید شاید شما با دیدن تصویر خودتون توی آینه این سوال رو از خودتون بپرسید که چرا باید دیگران مرا دوست داشته باشند و برام احترام قائل بشند؟ شاید شما با دیدن تصویر خودتون توی آینه به یاد تمام اشتباهات و حتی گناهانی که در گذشته مرتکب شدید میافتید و پیش خودتون میگید چرا خدا باید مرا دوست داشته باشه و برکتم بده دوست خوب من شاید شما سال هاست که توی ذهن و یا زمیر ناخودآگاهتون یک تصویر و ارزیابی کاملا اشتباهی از ماهیت واقعی خودتون ذخیره کرده اید و در اونجا نگه داشته اید این تصویر اشتباهی که از ماهیت واقعی خودتون در ذهن شماست این ارزیابی و سنجش غلطی که از خودتون دارید روی تمام جوانب زندگی شما تاثیر گذاشتند این ارزیابی و سنجش غلطی که از خودتون دارید روی تمام واکنش های شما در شرایط متفاوت زندگیتون تأثیرات منفی و مخربی داشته اند. این ارزیابی و سنجش غلطی که از خودتون دارید همچنین تأثیر منفی و مخربی بر روی کیفیت رابطه های اجتماعی شما و حتی رابطه شخصی شما با خداوند داشته اند. دوست من اگه شما خودتون را اونقدر زیبا و یا خوشتیب نمیدونید که کسی از شما خوشش بیاد یا براتون احترام قائل بشه یا وقتی شما خودتون را آنقدر با درایت و دانا نمیدونید و فکر می کنید از دیگران چیزی کم دارید یا وقتی شما فکر می کنید که قادر به یادگیری فن و حرفه ای اونطور که از خودتون توقع دارید نیستید در این صورت از اعتماد به نفس بسیار ضعیفی نیز برخوردار خواهید بود. این اعتماد به نفس ضعیف در شما این خودکمبینی و یا دوست داشتنی نبودن در ذهنتون میتونه مانع از فعالیت برای انجام خواست خدا از شما بشه دوست من شما بنا به هر دلیل از خودتون شخصی ضعیف، زشت، ناتوان و بیهنری را در فکر و قلبتون دارید که حالا میترسه با شجاعت در صدد انجام اراده خدا برای زندگیش مسمم باشه عزیزان خداوند میخواد تا ما ایمانداران به عیسی مسیح ما فرزندان خانواده الهی او از اعتماد به نفس سالمی در خودمون برخوردار باشیم عزیزان خداوند در ایمانمان به عیسی مسیح گناهان ما را آمرزیده و ما با او در رابطه مستقیم و پدر و فرزندگونه قرار گرفته ایم در ایمانمان به عیسی مسیح ما به عنوان فرزند خوانده به عضویت خانواده الهی خداوند پذیرفته شده ایم و حال او پدر آسمانی مهربان ماست بنابراین ما دیگه اونی نیستیم که در گذشته بودیم خداوند در کلامش در دوم قرنتیان فصل پنج و آیه 17 می کسی که از آن مسیح میگردد تبدیل به شخص جدیدی می شود. او دیگران انسان قبلی نیست. او زندگی کاملا تازه را آغاز کرده است. آمین. عزیزان خداوند شما را در حکمت، توان و خواست الهی خودش به طوری خاص و با توانایی ها و محدودیت های خاص آفریده، خداوند برای زندگی هر انسانی که میآفرینه هدف خاص و مقدسی هم داره هیچ کدام از ما خود به خود به دنیا نیومدیم تا خدا را سورپراس کرده باشیم و تا خدا بگه عجب مثلا فلانی هم به دنیا اومده حالا باید با زندگی او چه کار کنم؟ نه عزیزان خداوند قبل از خلقت این هستی آفرینش ما و هدف از زندگی ما را در اراده مقدس خودش داشته صرف نظر از اینکه شما خودتون را چقدر زشت، بدبخت، بی ارزه، بدشانس و یا هر عیب دیگهی که در خودتون دنبال اون می گردید باید بدونید که شما تصادفی به دنیا نیومده اید و تصادفی و شانسی هم روی این کره زمین زندگی نمی کنید. خدا خالق شما براتون هدف خاصی داره که مشتاق شما اون هدف را بشناسید و در جهت انجام آن هدف زندگی کنید دوست خوب من آیا شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان قلبی دارید؟ دعا می کنم که امروز به عیسی مسیح ایمان بیارید اگه به خداوند عیسی مسیح ایمان دارید حال شما در چشم خداوند مبدل به شخصی جدید و کاملا بیگناهی هستید شما زندگی تازه ای را آغاز کرده اید که خداوند میخواد از اون برای خوبی شما و جلال نام خودش استفاده کنه دوست خوب من لطفا گوش کن خداوند چیز بیخود یا به درد نخور خلق نمیکنه. شما یکی از ارزشمندترین مخلوقات خداوند هستید. او اینقدر شما را دوست داره و اینقدر برای او عزیز هستید که برای بخشش گناهانتون و داشتن رابطه شخصی با شما جان خودش را بر روی صلیب فدا نمود. دوست خوب من خداوند عطایا استعدادها و توانایی‌های بسیار با ارزش و خاصی را در وجود شما قرار داده، اما قبل از اینکه شما بتونید از هرچه که خداوند بهتون داده به بهترین نحو ممکن استفاده کنید، باید از یک حقیقت واقف باشید و اون حقیقت را بپذیرید. اون حقیقت اینه که این خود توان و حکمت الهی خداونده که داره توسط اون عطا اون استعداد و توانایی خاص شما در شما و توسط شما عمل میکنه دوست من خداوند توسط شما عمل میکنه و در اون صورت شما با خدا در جلال نام او در جهت به کمال رسوندن هدف او برای زندگیتون همکار او میشید. خداوند در صورت ایمان شما به او در صورت فروتن شدن شما و اجازه عمل او در و توسط شما میتونه حکمت و توان شما بشه و خودش را در اعمال نیکو و پسندیده در طول زندگیتون به نمایش بگذاره این خداونده که به زندگی هر کدام از ما ارزش واقعی خودش را عطا میکنه چطوری عزیزان زمانی که فروتن میشیم به او ایمان میاریم زندگیمون را کاملا به او تسلیم میکنیم و اجازه میدیم تا او در و توسط ما اراده الهی خاص و مقدس خودش را انجام بده دوست خوب من ما بدون کمک خداوند بدون هدایت خداوند بدون محافظت خداوند قادر به انجام هیچ کاری نیستیم ما فقط با همکاری فروتنانه با خود خداوند میتونیم نقشه او برای زندگیمون را بشناسیم و در اون نقشه خاص زندگی کنیم در کلام خدا در کتاب زکریا فصل چهار و آیه شش میخوانیم سپس فرشته گفت این است آنچه خداوند قادر متعال به زر و بابل میگوید نه به قدرت نه به قوت بلکه به روح من هرچند ضعیف و ناتوان باشید ولی به یاری روح من موفق خواهید شد آمین بله عزیزان زندگی شاد زندگی پربرکت زندگی در جهت انجام اراده خدا با زور توان و قدرت انسانی امکان پذیر نیست بلکه با حضور و اجازه عملکرد روح مقدس او در و توسط ماست ما دوست من خداوند از تمام ضعف ما به خوبی آگاهه او هیچ وقت خواسته ای از ما نداره که خود او ما را برای قادر به انجامش مجهز نکرده باشه دیدیم که خداوند در کلامش به ما قول میده که به یاری روح من موفق خواهید شد دوست خوب من اگه ما برای برخورداری از یک زندگی شاد و پربرکت و در جهت انجام اراده خداوند بر هر چیز دیگه به غیر از خود او اتکا داشته باشیم حتما شکست میخوریم و به هیچ نتیجه مثبتی نمیرسیم اما خداوند هرگز ما را نامید نمیکنه و تنها نمیگذاره دوست خوب من لطفا دقت بفرما اگه شما به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوند ایمان دارید اگه زندگی خودتون را کاملا به او تسلیم کرده اید اگه در گناه زندگی نمی کنید اگه هر روزه با خداوند در ارتباط هستید کلام او را مطالعه می کنید و سعی در زندگی در اراده خاص و مقدس او هستید در این صورت دفعه بعد که توی آینه نگاه می کنید شخصی را خواهید دید که خداوند او را دوست داره شخصی را خواهید دید که خداوند به او عطایا، استعدادها و توانایی های خاصی داده. شخصی را خواهید دید که خداوند او را برای انجام نقشه عالی خلق کرده. شخصی را خواهید دید که خداوند مشتاق همکاری با اوست. شخصی را خواهید دید که خداوند از او خوشنوده و هرگز تنهاش نمیگذاره عزیزان از شما دعوت می کنم تا در پایان این مطالعه با خداوند صحبت کنیم خداوند از تو سپاس گذارم که مرا به طور خاص آفریده ای. از تو سپاس گذارم که برای زندگی من هدف خاص و مقدسی داری از تو سپاس گذارم که به من کمک می کنی تا بتونم در اون هدف خاص برای تو موفق باشم خداوند من زندگی خودم را به تو تقدیم می کنم به قلب و زندگی من بیا و از آن برای جلال نام خودت استفاده کن در نام عیسی مسیح این درخواستم را به تو تقدیم می کنم آمین شنوندگان عزیز با تشکر از اینکه در این مطالعه با ما همراه بودید تا مطالعه بعدی در کلام خدا و شناخت باز هم بهتر از عیسی مسیح فیض و آرامش الهی او همواره با شما